پیام های شماری از سخنرانان و شرکت کنندگان در اجلاس بین المللی روز جهانی زن در پاریس. جودی اسکرو وزیر مهاجرت کانادا 2005، رئیس کمیته تجارت بین المللی پارلمان. از فرصت بودن با خانم مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران و کندیس برگن سپاسگزارم. اشتیاق آنها برای ایجاد تغییر در جهان مشهود است و من مشتاقانه در انتظار ادامه گفتگو و همکاری هستم. نانکه گروپیونی، عضو کمیسیون خارجی پارلمان ایتالیا: جهان آزاد از زنان ایرانی حمایت می کند. شجاعت فوق‌العاده زنان ایرانی آنها را در اوج مقاومت بی نظیر فیزیکی، عقیدتی و فکری قرار می دهد. آنها در خط مقدم تلاش برای تغییر یک حکومت دینی و استبدادی قرار دارند. جهان آزاد و پیشرفته باید به هر قیمت از آنها حمایت سیاسی، نهادی و ایدئولوژیک به عمل بیاورد. انقلاب واقعی و تغییر همکنون در جریان است. صدای این انقلاب، صدای مریم رجوی، پرزیدنت شورای ملی مقاومت ایران است که با عشق و اراده خود موجی را به راه انداخت. ما اینجا هستیم تا نشان بدهیم که شایسته خواهران ایرانی خود هستیم. از آنها حمایت می‌کنیم، سهم خود را می‌پردازیم تا آن موج دیر یا زود هر شکلی از خشونت و تبعیض را از بین ببرد. دورین روکماکر، نماینده پارلمان اروپا از هلند. مریم رجوی اپوزیسیون علیه رژیم ایران را رهبری می کند. پیام او به اندازه جنبش او قدرتمند است. مریم رجوی شایسته حمایت و احترام ماست. نحوهی که او اپوزیسیون ایران را سازماندهی و رهبری می کند فوق‌العاده است. اوا دوران راموس، رئیس انجمن حقوق بشری اینکو اسپانیا: آینده دموکراتیک ایران با مریم رجوی. اجلاس بین المللی پاریس برای حقوق، آزادی و دموکراسی در ایران. زنان ایرانی در مقاومت همراه با رئیس جمهور منتخبشان مریم رجوی، زنان سیاستمدار و سازمان‌های حقوق بشری را گرد هم آوردند تا وضعیت نگران کننده در ایران را به اشتراک بگذارند. سناتور مارگاریتا دوران وادل، اسپانیا: حمایت از زنان شجاع ایرانی در مبارزشان برای آزادی بهترین راه برای گرامی داشت 8 مارس است. افتخار بزرگی بود که یک سال دیگر در این رویداد شرکت کردم و به صدای بسیاری از زنان از سراسر جهان پیوستم تا خواهان آزادی و فرصت‌های برابر برای زنان ایرانی بشویم.